سیستم و رسوندن کمک مالی به ویکی‌لیکس استفاده کرد. ساتوشی یکی از آخرین پست‌های خود را در پاسخ به این مقاله نوشت. کاش این همه توجه به مقوله دیگری جلب می‌شد، اما ویکی‌لیکس به کندوی زنبورهای سرخ لگد زده و دسته زنبورها حالا دارن به ما حمله می‌کنن. چندی بعد ساتوشی از فرم خارج شد و دیگه هرگز اثری ازش دیده نشد. دو ماه بعد بازار ناشناس جاده ابریشم راه اندازی شد. این سایت بازار سیاه آنلاین مواد مخدر و دیگر محصولات غیرقانونی بود و در مبادلاتش منحصرا از بیت کوین استفاده میکرد، چون ردگیریش تقریبا غیر ممکنه. جاده ابریشم مورد توجه سناتور نیویورک چارلز شومر قرار گرفت. اون بسیار عصبانی بود و پیگیری قانونی این سایت رو خواستار شد. هروئین، اوپیوم، کانابیس، اکستاسی، سایکدلیک استیمولنس. در این دوره نرخ مبادلات اوج می گرفت. تا فوریه 2011 بیت کوین همتراز دلار شده بود و باعث ورود کاربران و سرمایه گذاران تازه شد. تا جوان قیمت بیت کوین به مرز 31 دلار رسید و بعد سقوط کرد. خب، پس دیدیم که یه اتفاقاتی به غیر از اون اتفاقاتی که ما فکر می‌کنیم برای بیت کوین هم افتاده، محل استفاده مختلفی که داشته باعث شده که به نوعی بهش بدبین بشن. جالب براتون بگم این موضوع مربوط به سیلک رود یه دونه پادکست هم داره، اگر من بتونم اونو براتون پیدا کنم شیرش بکنم اون خیلی عالیه، بخاطر اینکه گوش کردنش رو میخوام بهتون بگم. یه پادکست میتونید توی یه تایم خیلی خالیتون بذارید گوش بکنید. اجازه بدید من ببینم میتونم درش بیارم این لینک رو که به شما هم بدم. ببینید جریان از این قرار بوده که یه بابایی اومده روی سیلک یه وبسایتی رو انداخته بوده که بهش بعدها میگفتن آمازون مواد مخدر، و خب خیلی هم ازش چیز بوده و کلی به قول معروف بهره برداری مختلف انجام می شده. وقتی که این سایت از کار می افته، وقتی که FBI دستگیرشون می کنه و نمیذاره اینا دیگه به فعالیتشون ادامه بدن، یه اتفاق جالبی می افته. میزان اووردوز آدم ها از استفاده مواد مخدر توی امریکا به شدت رشد می کنه. یه تحقیقی انجام می شه بعدش، میبینن که ببینید ما توی مهندسی بهش میگیم سیستم داینامیک، یعنی همه چی رو همه چی تأثیر داره ولی میزانش متفاوته. ببینید دیدین که مثلا یه افسری یه گروبان وظیفه سر یه خیابون کوچه‌ای رو میگیره، از اون ور ولیعصر میبینی همه تو ترافیک گیر کردن. چرا؟ چون اون فقط همون تیکه خودشو داره میبینه، تأثیر تصمیمش رو روی کل شبکه نمیتونه به خاطر وسعت دیدش مشاهده کنه و خب باعث ترافیک های عجیب و غریب میشه. به این میگن سیستم داینامیک. وقتی که اومدن اون سایت رو داون کردن، چرا؟ دیدن که تو اون سایت آدم ها اومدن مثلا گفتن این ترکیبی که مثلا این ترکیب خیلی خطرناکه، ازش استفاده نکنید، یا از این ترکیب با این مدل استفاده کنید. یعنی عملا داشتن ترین میکردن همدیگر رو. هدف من از این که به این نکته تاکید میکنم این هستش که ببینید به هر حال این تیغ دولبه است و متاسفانه تا به امروز شما اکثر رسانه ها رو که نگاه میکنید به این به عنوان یک گنگ نگاه میکنن، یه چیز خیلی بد نگاه میکنن و حالا یه حس بدی تو جامعه ایجاد کرده. مثلا دوستانی که سریال مانی هایست رو دیدن، کسی دیده مانی هایست رو؟ سریال تیغ دولبه است و متاسفانه تا به امروز شما اکثر رسانه ها رو که نگاه میکنید به این به عنوان یک گنگ نگاه میکنن، یه چیز خیلی بد نگاه میکنن و حالا یه حس بدی تو جامعه ایجاد کرده. مثلا دوستانی که سریال مانی هایست رو دیدن، کسی دیده مانی هایست رو؟ سریال باز داریم اینجا؟ بله، خانم سحر، آقای نوید، آقای امیر حسین خان باقری. این قسمت جدیدش ما همچنان منتظریم بیاد دیگه، فکر کنم سیزن آخرش میشه. و جالبه که زمانی که پروفسور داشت با اون پسره که حالا اسمش یادم رفته داشت اون تو اون زیرزمینه کامپیوتراشو میخرید و دستگاه و تجهیزاتشو ست میکرد،
لندن، بله لندن، لندن. و اون پسره گفتش که بریم تو دارک وب خرید کنیم، و بعد دقیقا همین اصطلاح رو گفت، یعنی با بیت کوین میتونیم اینا رو بخریم. خب متاسفانه این اولین و به قول ساتوشی کاش این همه توجه مثلا به ابعاد دیگه این داستان میشد. ببینید کاری که بلاک چین و کریپتوکارنسی با بانک و صنعت مالی انجام خواهد داد دقیقا مشابه کاری که اینترنت با پست انجام داد. شما چند ساله که مثلا برای یه دوستتون نرفتین یه نامه پست کنید؟ مطمئنا خیلی. آره واقعا. یا اصلا راحت‌تر مثلا آخرین باری که رفتین بانک پول نقد بگیریم کی بوده؟ یا قبض برق و آب دیگه، حالا الان فکر نمی‌کنم قبول کنن، برید تو بانک پرداخت بکنه. می‌بینید چه جوری تکنولوژی اینا رو از رده خارج میکنه؟ همین اتفاق هم برای بازارهای مالی خواهد افتاد. و طبیعیه وقتی که شما رفتی روی کوین یا توکنی که حالا تفاوتش هم با هم خواهیم دید سرمایه گذاری کردی، که این کوین و توکنه به قولی چی میگن تو همین حوزه سرمایه گذاری و انتقال پوله آینده بهتر خواهد داشت. الان اگه کسی به شما بیاد بگه مثلا XRP میتونه بشه 150 دلار، الان 20 سنته، میری مثلا 100 هزار تا ازش بخری؟ شاید خود فکر کنی. یا مثلا اتر میتونه مثلا 20 هزار دلار شه، یه ذره آدم فکر میکنه این 20 برابر بیت کوینه در بهترین حالتش، مثلا میخواد 3 برابر دیگه از اینجا رشد بکنه تا حالا یه بازه میان مدت. خب مثلا رو کاغذ اتر با صرفه تر. میدونید اینا چیز دیگه آدمو قلقلک میده که چه تصمیم خوبی بگیره. خب اینا اتیکه یه جلسه قبلمون مونده بود با کلی توضیحات جانبی. بحث اصول اولیه رمزارزها رو داریم، فصل دوم شامل 20 سرفصله که یه قسمتایش توضیحات که من مثلا لینک سایت و ایناست که خیلی کار سختی نیست، به خودتون میسپارم اونو. ولی بریم جلو. بیت کوین چیه؟ ببینید یک سیستم پرداخت همتا به همتای غیر متمرکزه. آدم به آدم میتونه، پوینت به پوینت میتونه اینو بفرسته، نوعی پول دارای ارزش بدون پشتوانه است و پشتوانه اون فقط اعتماد مردمه. و اگر کسی گفتش به این پول به این مثلا پول که نمیشه بهش گفت، تو هر کشوری یه تعریفی داره دیگه، به این کریپتوی بدون پشتوانه چجوری اعتماد کردی، بهش میگیم تو به دلار بدون پشتوانه چجوری اعتماد کردی؟ فراموش کردی 1971 نیکسون چه کلایی سر دنیا گذاشت؟ قابل استخراج هست. 2008 ساتوشی ناکاموتو، حالا فرد یا گروه خیالی که مربوط به خیالی که یعنی منظورم اسم مستعار، اونو اومده راه اندازی کرد. ضمن چند روز پیش بود داشتم یه تلویزیون نگاه میکردم، دیدم داشت میگفتش که یه ردی پیدا کردن از اون ایمیل های اولیه که، و حالا اون ترانزکشن های ترانزکشن منظورم این که تبادل اطلاعاتی که در اون روزهای اول انجام شده بین ساتوشی و بقیه اعضای این تیم های بلاکچینی، که میگه احتمالاً تو لندن حضور داشته. حالا دارن میگردن پیدا کنن ببینن این بابا کجاست. به هر حال بیشترین تعداد بیت کوین هم دست اون هست، حد اکثر 21 میلیونه و یک دلار معادل این آمار هم مربوط مثلا به 4-5 روز پیشه، حالا بغیر از این حدود 40 هزار مثلا حدود 33-4 هزار تا بود، معادل 9110 ساتوشیه. حالا یه تقسیم ساده است دیگه، عدد 40 میلیون و 40 هزار دلار رو تقسیم بر 100 میلیون بکنی، یا حالا بعدش 100%، تعداد 1 دلار به ساتوشی برات مشخص میشه. بدون پشتوانه هست، قابل جعل کردن نیست، این مزیتشه. دیدیم که خیلی داستان سختیه، حتی حمله دیداسی اگر بخواد، میگم دیداس، حمله 51% که بخواد بهش انجام بشه، 51% نوت‌ها تغییر پیدا بکنه، خیلی 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 کار سخت و بعیدیه. توسط افراد خاصی اداره نمیشه، تراکنش‌ها شفاف و قابل ردیابیه. بزرگترین کمپانی دنیاست، نه مدیر عامل داره، نه دفتر مرکزی داره، نه از جایی وام گرفته و نه تحت قانون جای خاصی داره کار میکنه، بلکه قانون خودش رو داره، در سراسر دنیا داره کار میکنه و احتیاجی نبوده که قوانین تجارت و تجارت بین المللی کشورها و اتحادیه‌های مختلف رو رعایت بکنه. و این اون تحول بزرگیه که داره توی صنعت پرداخت
و اصلا حوزه های مختلف. حالا این داستان بلاکچین فقط تو حوزه مالیشه که خیلی برای ما جذاب، ما میایم درگیرش میشیم، آه بخریم میره بالا، نه این کارو بکنیم سود کنیم و اینا، در صورتی که در حوزه های مختلفی داره به مورد استفاده قرار میگیره که فوق العاده ارزش افزوده زیادی رو ایجاد میکنه. این ارزش افزوده که ایجاد میشه از محل حذف واسطه هایی که هیچ ارزش افزوده ای به کار اضافه نمیکنن. تو قراردادهای هوشمند با هم جلوتر خواهیم دید. اتر و اتریوم، ببینید بلاک چین بیت کوین، کوینش بیت کوینه. بلاک چین اتریوم کوینش اتره. پس این فقط تو ادبیات مکالمه میخوام صحیح بگیم، یه موقع مثلا جایی نگیم بگن که کلاس هم رفتی پولم دادی آخرش هم مثلا نگفته بهتون، این تفاوت وجود داره. یه چیزی به نام وایت پیپر وجود داره که معادل فارسیش کردن سفیدنامه. من وایت پیپر ترجمه فارسی شده بیت کوین رو توی همین فایل ها بالای زیر عکس من سمت چپ میبینید تو قسمت فایل ها، اونو حتما دانلود کنید یه نگاه بهش بندازید. این از نظر وایت پیپر بهتون ایده میده رو آی سی ها که بعدن با هم صحبت میکنیم. سی جولای سفیدنامش اتریوم سال 2013 در اومده، سی جولای لانچ شده. ویتالیک بوترین این آدمی بوده که اینو راه اندازی کرده. پلتفرم بر پایه بلاک چین هست، توسعه قراردادهای هوشمند رو روش داره، اسمارت کانترکت ها، و عرض شود که غیر قابل دستکاری و سانسوره، یعنی یه چیز خصوصیت های شبیه بیت کوین رو داره. امن و بدون نهاد مرکزی هست و داده های غیر قابل تغییر داره. دپ دیسنترالایز اپلیکیشن های روش قرار میگیرن و نکته جالبش اینه که توی این داستان شما یه سری سازمان های دیسنترالایز اتونومیوس ارگانیزیشن وجود داره که سازمان هایی داره به وجود میاد که این سازمان ها بر پایه بلاکچین و به صورت خاص بلاکچین اتریوم هست و مدیر عاملی نداره، مدیر امور اداری نداره، مدیر مالی نداره. همه اینا بر اساس یک سری قرارداد دارن کار میکنه. یه سری اپلیکیشن هایی وجود داره که این برای یه قانونی درش تعریف شده.